با عرض سلام بیننده های عزیز و ارجمند مخلصان همیشگی برنامه 90 دقیقه و اونهایی که بیشتر به فوتبال تاجیکستان توجه دارند نشر نوبتی برنامه 90 دقیقه رو از شبکه ورزش منظورتون میکنیم من بابا خلمرزاده و همراه من کارشناس همیشگی برنامه مربی شایسته جمهوری تاجیکستان زهیر بابایف خوش اومدید به برنامه و بیننده عزیز خاطرتون میکنیم که اکنون چون انانه روزهای استراحت بازی ها برگزار نمیشوند در میانه هفته هم رقابت ها در موسم امسال دایر میشوند و اینک روزهای شنبه و چهارشنبه بازی های دوره 11 چمپیونات تاجیکستان برگزار شدند. بسیار بازی های خوب و خاطرمان بود و 17 گل در پای داشت این 5 بازی و بیاید با نتیجه بازی ها یک یک بار توجه میکنیم که چگونه بازی ها صورت گرفتند. یک یک بار شما 3 بازی رو پیشگویی کردید در دوره 11 4 بازی رو نه. بله خب کوکتوش در میدان خود ریگار تاداز رو شکست داد با حساب 4-2. فایزکان هم با حساب 2-1 برای اسخط غلبه کرد. استقلال در سفر به دروازه خطلون 3 گل زد. کلوب مرکزی ورزش ارتش با حساب 2-0 خوجند را شکست داد و حاصلات با همین نتیجه از روشن به باخت روبرو شد. ما فقط فایزخند و اسخط پیشگوی نتونستیم. یعنی شما گفتید که اسخط بوی نمیده رقابت. بله خب باشد و امروز در انجام برنامه ما تخمین ها رو به طرز دیگر هم برای بیننده ها پیشکش میکنیم و بیاید اکنون اطرافی یکی از پرگلترین رقابت های دور حرف میزنیم. کوکتوش و دسته ریگار تاداز در نوه رودکی با هم بازی کردن و بازی با غلبه دسته کوکتوش با حساب 4-2 انجام یافت. خب یکی از دسته هایی که در آغاز موسم امسال در پایان جدول قرار داشت تیمی که بدون مربی بود ولی با آمدن اهلدین توردیف کلان یک دسته دیگر شد. دسته که من نمیدونم شاید با دروازه دل خواه دسته دیگر باز چهار توبی دیگر میزند. خب چی چیز عین حال در کوکتوش واقعا هم خیلی خوب است، خیلی خاطرمان است که اهلدین توردیف معلوم شد یک کاری بسیار خوب رو راه اندازی کردن و گذشته از این برخورد دو فوتبالبازی سابق تیم ملی تاجیکستان علی آرشان آمدوف و اهلدین توردیف بودند که هر دو هم من فکر میکنم بازی خیلی خوب رو با یک سبک موثر پیشکش بیننده کردند. بله گفتنی هستیم که هر دو مربی سابق بازیگران تیم ملی تاجیکستان بودن. بنده بله. هر دو اینا رو خیلی خوب من میدونم، خیلی بله. خوبم بازی میکردن، بیرق بردار ملت بودن. بله و در این بازی ما خیلی که یوز در برای کماند کوکتوش گفتید که پای میبرد که کوکتوش بعد یک چند بازی ها بله. به مربی موند و همگان فکر میکنن که کوکتوش از جای آخر هیچ به بالا نمیبرد. و امروز ما خیلی که دیده استودیم رهبریت دسته رئیس کلوب و دیرکتورای محترم بله. و همه ترینری که دعوت کردن مربی که دعوت کردن مربی و بازینگران باور کردن به این مربی بله. و میبینیم که غلبه پیهم است. همین نمونه است. ما کماند خطلون هم گفتیم بله. اصلی دین حبیب اللهیف چخید بعدی باخت ها میتوند که بچه های را سرجم کنن بله. و اهلدین توردیف هم همیخی بچه ها سرجم کرد بله. و مرحمت در این بازی یک بازی خیلی خوب نشان دادن بله. با دسته ریگار تاداز بله. خب نکرمه های ریگار تاداز رو هر گونه شهر دادن ممکن است. اونجا فضای داخلی دسته چندان خوب نیست. ما در برنامه گذاشتم این چیز رو گفته گذاشتیم که متاسفانه نمیدونم بعضی بوزینگران نمیخوان در بوزی ها نتیجه نشان بدهند. در عموم ریگار تاداز هم ارزنده بود در بوزی نوزه برای امتیاز گرفتن. بله من گفتنی هستن که وقتی که امی بوزی ما با اوینه نیلگون بله. تماشا میکنیم هر دو مربی بله. برای یک مقصد غلبه برمده بله. دادن و بازی بسیار خوب هم نشان دادن. مثلا اینکه بله. ما اگر بعدی قسمی اول بینیم مساوی بود بازی بله. دو دو و بله. یک دو دو مثلا بسیار یک تا 73 دقیقه ما میدیم که بازی مساوی بود بله. و دیگر گونیایی که مربی محترم کردن در بله. بازی یعنی که بازینگران ایواز کردن با بوی وزرگر ایواز کردنی اهلدین توردیف بازی دیگر رنگ دیگر گرفت بله. مثلا این بچه ها در این دقیقه های آخری بازی تانستن که دو توپ به جواب دیگه به دروازه ریگار زنن. نوابسته این ما گولای خوب دیدیم چی از بله. طرف دسته ریگار و چی از دسته
کوکتوش و یک فضای مخلصان ما ببینیم که بسیار خوب بود و کارگردان شما که تهیز بعدی هر یک گاز مخلصان شما می دادن ورکن یک احساساتی خیلی بلند ایدونه بود و فکر می کنم که فوتبال ما همین سال ورکنید که یک عجایبات بازی بله و نظر و سالهای پیش واقعا این سال رقابت پذیری خیلی هیچ کس گفتن نمیتوند که این بازی چخه می شد یا که بازی دیگری چخه می شد یا که یک کماند پیش صف می بیاد بر کماند که در مبین جدول است مغلوبیت میکنند یا که غلبه میکنند. خب بیاید اکنون میبینیم وابسته به اون گلهایی که در بازی امروز زده شد که چگونه فولبوسون موفق هم شدند. بیاید به گل نخست بازی توجه میکنیم با اشتراک بازیگران دسته کوکتوش زمانی که توپ از کنج میدان ارسال گردید به جریمه گو و دفاعگر مرکزی دسته کوکتوش ببینید چگونه جهشی بلند کرد. به نظر شما اینجا مهارت بازیگر بلند بود یا دفاعگران ریگر تلاس فولبوسون؟ شما ببینید که بازیگرا دو تا بازنگری که از درون میدان میبیان اینا بله. ترینیروی کمانده کوکتوش در اینجا کار کردن در بله. توپی جریموی یا که بله. توپوی کنجی کار کردن این محصول دستانی همین مربیان محترم است که بله. مرحمت به گل اینجا البته خطای بازنگران خطای بسیار دغل بازنگران میبینید که حتی طرفی همین بازنگر میگن که پرسنال نیاپیکا بله. یعنی که اینا بازنگر نگرفتن خودشون بله. به بازنگر و به هیچ مادن و در فضا مهارت بلند شد یک گلی بسیار زیبا زیبا خب گل دویومی که در این بازی زده شد از جانب فولبوسون ریگارتا دست بیاید به گل دویومی همین رقابت توجه میکنیم پرتاب از کنار و فریدون دولتوف با سر بسیار خوب توپ را به درون دروازه روان میکند اینجا فکر میکنم اشتباه دفاعگران کوکتوش بود اینجا هم اشتباه دفاعگران هم اشتباه دروازه‌بان هم نیز هست که دروازه‌بان هم من میفهمم که باید یک مهارت نشون میداد برای چی دروازه‌بان برای چی دروازه‌بان باید همین در همین حالات بود هر یک بازنگر میگه که با بازنگر بود بازی کنند بله. یعنی که گیرن همین بازنگر نگرفتن یکی مهارت همین بازنگر کماند ریگر یک مهارت خوب نشد و این روز خرسندیوار است که ما در دویوم فضا یعنی که دویوم اتاج میگن با سر کم بازی میکنیم و گل بازی اخیر میبینیم که با سر فوتبال بازی خیلی زیاد میشه وطنی ما میتونن گلای بسیار خوب و گلای خوبی قشنگ زنن که بله. مخلصا با یک احساسیات میبینه چه گل خوب بود بله خب به خطایی گل نمیشه بله واقعا هم خطایی میشه گل میشه گل میشه خب بیاد اکنون به گل دویم دسته کوکتوش توجه میکنیم در ادامه که اونها در قسم دویم در دقیقه 52 موفق شدن و پرتابی که با سونگ انجام شد از جانب باز بله. یک بازنگری دیگری نیم حافظه دسته بله. کوکتوش خیلی تیز توپ رو به هم دسته خود هوا داد و در اینجا خط دفاعی دسته ریگارتا دست بسیار ضعیف بازی کرد در همین لحظه گفتنی هستن که اینجا در وقتی که توپ میبینیم پرتافت در همین پرتاف بازنگران میتوانند که تیز جایهای خود رو گیرن یا که موقعی که خالی است هم موقعی گیرن اینا هم موقعشون رو نگیرن هم بازنگر خالی موندن نیو کنید بله. بازنگر دفاع کمان دیرگر بجای که از پس بازنگر از پس هجوم کننده است پیش خودش دگیرد پیش چشمای خودش بله. برعکس گویا که وای هجوم کننده باشد بله. برای وای تنها موندن ما اینجا در آزبون هم شاید میخواست آفساید سونی ترتیب دهد یا نه آفساید سونی ایده با همدیگر فهمی میشد اینا آفساید هم نکردن اخی بله بله اگر اینا میکردن ممکن که آفساید سونی میشد لیکن آفساید نیست در اینجا 100 فایز میبینیم که بله. گلی 100 فایز زده شده است در روزمون هم خطایی کرد بله در روزمون هم خطا کرد و اکنون بیاید با گلی دویمی ریگارتا دست توجه میکنیم و به نظر من یکی از کامبیناسیای بسیار هم زیبا بوشه که ریگارتا دست شد یعنی یک پرتوفت خیلی خوب بور کن که همین خیلی گل را علاویدین بوریف وقتی که این بازی شوره میکردن گفتن که این شدیر بود بله. شدیر یعنی که یک رسمی که همتا ندارد بینید که من دیدم گلوی که در دو یک کس با سر میپرتارد دیگر با سر میزند لیکن در اینجا سه تا سر بله. با دروازه اصلا پرتوفتی همین ویترانی که من در ریگر احسن باید یک پرتوفتی بسیار عالی از کناری راستی میدان یک پرتوفتی عالی با همین جوی درکاری این کس به طرف دروازه میزد یا که نو وابسته این یک داره که ما یک گل بسیار زیبا بله زدن. شهرت المرودوف المرو آفرین بازیگری که در رایت جوانان نورستان و جوانان تاجیکستان بازی کرده است عبدالخالی بورانوف بله. اولین شده با تو رسید نوردین همراقلوف بعدم و بعد هم نشده ما نماز اخی بازیگر ما داریم بله اینه ما احسن بود بیانید در تیم جوانان ما هم نو وابسته این مخلص همین کیفیت میتید من در ورکن در این
телефоном میخوای که تماشا کنی با تماشا کنی در یوتیوب ده گلی بله سیوم رو فلوبوزون دسته کوکتوش به هدف رسوندن از بیک سلطانوف که در دور گذشته خطری کرده بود مؤلف گل سیوم گردید و بسیار خوب هم بازی کرد اینجا هم اشتباهی دروازه‌بان بود یا وقتی که هجوم کرد دفاع گرایون هجوم کرد در یک به دروازه‌بان دروازه‌بان چیکار کرد میتونه مثلا وای برو اومد بله کاری خود چه کرد اینکه مهارتی بلند هجوم کننده و گل انجام بله پس هم بسیار خوب اجرا شد پس هم خوب بود و هجوم کننده هم بینید و گجو میزند بله. و کنج دروازه میزند بله خب در دقیقه 65 یک گل بسیار هم خوب از جانب علیشه شکروف اجرا گردید و او توانست موفق بشود این گل دسته کوکتوش بود که چگونه فلوباز مذکور گل چهارم بود من اون نگاه میکنم در اینجا نگاه میکنم که هیچ که پیش توپ نمیگیرد بله. یعنی که فشار نمیتید به توپ بازینگر همه با عقیب با عقیب گجا با عقیب مرحمت یک ضربه بسیار عالی جناب و بله. اینجا دروازه‌بان هم هیچ کار کردن نتونست مرحمت بینید بله این گل چهارم دسته کوکتوش بود بیننده عزیز گل چهارمش بله از جانب خود علیشر شکروف انجام شد و حالا میبینیم که چگونه اجرا گردید خب تشکر زیاد و بیننده عزیز همین طور دسته کوکتوش غلبه خود را به دست آورد و یک و یک بار موقعش را در جدول مسابقه مستحکم نگاه داشت بیاید اکنون به سخنرانی سرمربیان هر دو دسته توجه میکنیم و بعدا در مورد دیگر رقابت ها هم حرف میزنیم اینقدر بازی زیبا اینقدر برابری اما در آخری فرصت به دسته شما موفق نشد که همون برابری را نگاه دارد چی شد در فوتبال بازی؟ موفقی ما از رقیب وابسته بود برای همین رقیب به فکرم در آخر خوبتر بازی کرد برای همین من فکر میکنم در آخر ما خواستیم و آنهایی که برامدن کم ترک نتوانستن که با همون بازی که ما از اول بردیم همون دوام تیان من رقیب رو میخواهم با این غلبه تبریک کنم بازی زیبا رو دیدیم شما هم به نظرم در موسم این این بازی زیباتری رو دیدید بله تشکر زیاد به هر دو دسته بازی خوب نشان دادن چیکار که میبینید با مخلصان معقول شدیم بازی با بچه دسته خود گفتنی هستم که تشکر زیاد که امروز او گفتایی که ما گفتیم با آنها چیزایی که ما در تمرین ها با آنها نشان دادیم آنها امروز برآمده در میدان نشان دادن و یک بازی خوب نشان دادن اساس که دل مخلصان رو خوشان کردن برای که ما سه بازی از در میدان خود از سه بازی زیاد است که ما در میدان خود یگان غلبه نداشتیم تماما غلبه نداشتیم در میدان و امروز ما با بچه‌ها فهموندم که برای همین مخلصا بازی کردن در کار است برای غلبه در کار است که ما همین مخلصان رو خوشان کنیم بچه‌ها این گپ ما رو فهمیدن برآمده یک بازی خوب نشان دادن و نتیجه خوب رو به دست آوردیم خوب دسته صفر امتیاز داشت امتیاز نداشت شما اومدید یک بار بازی سر شد و امروز 13 امتیاز گرفتید و علاکه با درجه چهارم خیلی کار است با بچه ها یک دیگر فهمی کردیم فهموندیم که ما چی میخواییم آنها فهمیدن که ما چی میخواییم برای با بچه ها شده مسئلیت کردیم که ما باید از این چخوری برویم حرکت کنیم که کوکتوش که آوازدار بود سال 2018 ما همون کوکتوش رو باید بیاد بیاریم و حرکت کنیم که همون بازی هایی که بود همون بازی ها رو بنشانتیم و مخلصان رو به میدان جلب نماییم خب بیننده عزیز سخنرانی علی راشون محمد و اهلدین توردیف بود وابسته به این رقابت و اهلدین توردیف هم بسیار خوب قید کردن که بعد از همون چخوری رسای کوکتوش برو لحجه شیوه بسیار شرینی دری توجیکی ما که از چخوری درست گفتن ای چخوری هر کس برومده نمیتونه بله درست است و همین هولو صحیفه رسمی باشگاه فوتبال ریگاتا دست خبر داد که با توقف دو طرفه شرطنامه همکاری با علی راشون محمد قطع شد و اکنون از همین روز اعتباراً اجرا کننده وظیفه سرمربی با مربی این دسته فرهاد خولبکوف واگذار شده است تا آنکه دسته مربی نو بیاورد در تیم و اکنون میبینیم که نتیجه چطور میشود اونها از علی راشون محمد برای در موسم گذشته فعالیت پرثمر داشتن و نجات دادن از رفتن به لیگ یکم اسوری سپاس هم کردن خب با علی راشون محمد هم برور میخواهیم و باور داریم که ایشون باز در مین بعد کاری مربیگی خود در دستای دیگر ادامه میدهند ولی بسیار وضع نگران کننده است در ریگارتاد است طبق بعضی از خبرها گویا بوزینگران نمیخواهند برای به دست آوردن نتیجه تلاش کنند و بعضی گروه های پیدا شدند که بر ضرر پیشرفت
رفتی دسته میخوان و این البته نباید در یکون دسته فوتبالی کشور باشد. این گونه ها البته نمیتوانند برای پیشرفت فوتبالی کشور کمک رسانند و این بسیار یک گیم که مشکلات جدی در فوتبالی کشورمان محسوب میشود. خب بیننده عزیز ادامه دارد برنامه و ما اکنون در مورد رقابت دیگری دوره 11 هم با اشتراک دسته فایزکند و اسخط حرف میزنیم. اسخطی که همیشه گفته میشد در پایگاه چمپیونی تلاش میکند اما این دفعه هم با باخت روبرو شد و از دسته خوکسور یکی از دسته هایی که امسال همگون را به حیرت آورده است فایزکان شکست میخورد و این شکست اسخط هم در حالی هست که در دسته فایزکان بنابر سببی وضعی اویلوی جلال الدین مجیدوف در دسته نیستند و محمد علی صدیقوف سابق بازیکن تیم ملی در سالهای اخیر دسته را رهبری میکند و دسته به نتیجه خیلی خوب رسیده است و باید احسان هم گفت بله، که بله. اونها یک اراده قوی نشان داده ایستادند و ارزنده بازی کرده ایستادند که تیم فایزکان بسیار خوب با هنر نمایی کرده ایستاد. برزید چنین دسته دسته اسخطا نو بسته این بازی باید داشته یک بازی خوب نشان داد. بله بازی که بازی کمبیناسیونی یک تاکتیکی که مربی محترم گرفته است بسیار یک تاکتیکی خوب بود. بچه‌ها هم حرکت کردن. بله. لیکن اینو اگر در دوره اول ما دیدیم که فایزخان با اسخطا بله. مغلوب شد در میدان اسخطا. بله. همین باز در این بازی برعکس شد. یعنی که بچه‌ها حرکت کردن و ایستادن وقتی که ما می‌بینیم یک گل بسیار زیبایی زده شده از طرفی حملگر اسخطا بسیار گلی بسیار عجیبی بود در دقیقه‌های اولی بازی بله بله گل زده شد. همگان خیال میکردن که میسازیم من اسخطا این روز میتونه بازی رو با غلبه انجام بده. ببینید بینید که روسا میگن ولی پابید یعنی که برای حرکت به غلبه بله. باوری به غلبه این حصه بله. کلان نبودن سرمربی و ترینری دیگری دسته مربی دیگری دسته تونستن که بچه‌ها سرجام شوند بله. و این بازی را به غلبه انجام دهند. خب بله بسیاری از مربیان میگویند و مشکلات دارند وابسته به نداشتن بازیکنان وابسته به خوب نبودن هیئت و فایزکان میتونه یک نمونه باشد که ببینید دسته ای که شاید از لحاظ مالیوی نسبت به دیگر دسته ها تنقیصی دارد شاید بازیکنان نمیدونم مشکلاتی دیگر داشته باشند ولی دسته حتما در بازی ها یک رقابت ارزنده نشون میده با اون که در دوره های گذشته با حساب کلان مغلوب شده بود. گفتن در کرک فایزخان یک دسته ای هست که همان وقت با کی کدام کماند نباشند مبارزه میبرند. ما دیدیم با استقلال اینا چه بازی خوب کردن. بله بله و اگر بوی همتین اینا مبارزه برده بوی میتین. بله بسیار یک دسته خوب به فکر من خوب است بله. و فکر می کنم که در آینده هم اینا هم خیلی بازی خوشونه ادامه میدن. بله جالب اون است که یاردمچی سرمربی کار رو پیش میبرد ولی از عهده کار خیلی خوب برآمده است. برایش که اینو در این دسته به فکر من که از رهبر دسته سر همدیگر فهمی بعد که در کمد همدیگر فهمی هست بله. خیلی که اهل دین تردی و شاگردی مو گرفت یعنی که ما برای مخلصا بازی میکنیم بله البته برای کی دیگه بازی کردن در کار برای بله. مخلص بازی کردن همین فوتبال برای مخلص است بله. در این دسته هم فایزخان هم گرچند که کمد نامی فایزخان دی واسه دارد و بله. در دوشنبه بازی میکنه در حصار بازی میکنه و واسه گویم در دوشنبه بسیار هم مخلص بله 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 دعوت کنن شون در اون میدان رو بیان بله. هم آهنگی کنن کمند دستگیری کنن بله خب بیننده عزیز همین طرف فایزخان در این رقابت با حساب 2-1 توانست غلبه خود را به دست آورد بسیار غلبه مهم و ببینید که در لحظه های اخیر چگونه عوض خمچینوف بعد از تلاش های بازیکنان دیگر از جمله شوکت هوتام و همچنین ارسن اباما موفق به گلزنی شد یک روستیدر که یک ایجام یک کمبیناسی بسیار یک کمبیناسی خوب بود ببینید بازیکن بله. ضربه میزند ضربه با سیمچوب دروازه میزند پهلوی دروازه میزند بعد بازیکن با سر با ما نمیتونم گفته که بازیکنان کماند اسخطا گناهگارند اینجا هجوم کننده بسیار خوب بازی کرد بله. سری وقت لازمه من این فوتبال بازی خوبی رقم 18 گل بسیار خوب زد بله عوض خمشینوف در این لحظه بله. خیلی خوب بازی کرد و در لحظه اخیر اونها می توانستند باز گل سیم رو با در بله. دروازه اسخطا زنند من یک چیز گفتنی هستم که دروازه‌بان احسن با دروازه‌بان اسخطا بسیار یک دروازه‌بان خوب بله. یک چند مورد خوبی گلزنی گفتن ممکن است که گرفت بله و در جواب دروازه‌بان دسته فایزکان هم بسیار بله. خوب بازی بله. کرد بله. در هر دو دروازه‌بان در همین بازی اونها خوب بازی کردن بله واقعا هم امکاناتی دسته اسخط هم خیلی زیاد بود بیننده عزیز برای
баробар кардани ҳисоби бозӣ, вале муваффақ нашуданд шогирдони Игор Суров, ки ба натиҷаи голи барвақтӣ задан хёлшон карданд ки дигар имрӯз ҳам ба як гол ғалаба мешавад. Ба як гол ғалаба нашуд, маъноат то охир командаи Файзхан бозӣ идома дод, фишор карданд ва марҳамат ғалаба. خب با ما در مورد گلی سیوم همین رقابت گلی دومی فایزخان گفتیم اکنون بیاید در مورد دو گلی دیگر گفتم میگذاریم گلی یکمی که فوتبالزان دسته اسخاتا در همین رقابت دادند و همچنین خودی گلی دسته فایزخان که بسیار خوب اجرا کردید و بوسار خیلی عالی ملک شویف تو رو بدنین در وسط یک پرتوفت خوب بود که ملک شویف رقم 8 یک گلی نشون یک گلی زد که بسیار احسن گفتن در کره از این مورد در بین اینقدر بازینگر خیلی باسر زدن خورسندی آور است که در همین توری که در همین دور 11 این خیلی گل های بسیار خوب والای که بسیار زیبا بودن باسر زده شدن بله و چیز دیگرشون است که بازینگران که پرتاب میکنن اونها هم بسیار مهارت دارن مهارت اینه که عجیب که دفاعگران برای چی با توپ نمیروند دفاعگران اجازه خطای دفاعگران هست بله بله که دیفوگر میوکنه بود میتونید که دیفوگر را نکنید بینید که این مهارت را داداره که ما چون مهارت خوب نشوند احسن بله. خوب سه گل خوب بود بله بیننده عزیز و البته این بخت اسخطه برای سرمربی هم چندان فکر میکنم خوب نبود و چونکه در یک حالت بسیار ناگوار او بعد از بازی با همکاری ما گلروز خدا نظرزاده صحبت کرد بیایید توجه میکنیم ваша команда в этой игре проиграла и как вы думаете заслуженно Тут судить сложно. Раз проиграли, значит, наверное, заслуженно. Как вы прокомментируете игру своей команды в этой игре? Вот ту установку, которую вы дали им перед игрой, они смогли реализовать это или нет? Не все получилось. Где-то физически уже усталость накопилась. Ну, чуть-чуть сказывается это. Нехватка скамейки, но... стараемся, ребята стараются. Бади бози ки мо клуб да равшани клуб да 4-0 бой додем. Мо қати бачо як рӯҳбарият, як ҷидди маҷлис карда будем, амжа ҳама проблемаҳое ки буд мо як вай кардем. Ва аз бачо хоҳиш кардем ки ами бози ки чихел ки бози мекунанд, ами ранки ки охирон бози бошанд, бароянд то охира хочона вай накунанд да то охира бозӣ кунанд хайр раҳмат ба бачаҳо ки нақшае ки кашидем нақшаро амалӣ кардем ва бозиро бурд кардем хуб бинандаи азиз барнома идома мекунад ва акнун атрофи рақобати клуби марказӣ варзиш артиш ва хуҷанд ҳарф мезанем ки як рӯз баъд аз ҳамин рақобат дар ҳамин варзишгоҳ баргузор шуд дар варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ва шогирдони шамсиддин қосимов бо ҳисоби 2-0 ғалаба карданд خوجان بوس هم مغلوب شد یعنی معلوم شد که دسته به خود نامده است حالا هم همون مشکلات های قبلی در دسته دیده می شود من اینجا خیلی کردم که کمانده ای که با خوجان بازی می کنند ارتیش بله. اینجا گفتنی هستیم که ارتیش این روز مهارت خوب نشان می دهد بله. برای اوه خوجان مغلوب شده است ارتیش در همون خوجان بوستانی هم غلبه کرد بله. و در اینجا هم همگان می دونستند که بازی ما گفتیم که ارتش میتواند دوران کند بله. بوی نمیتید بله. ولی ارتش در این بازی هم با نشان داد که ما فقط برای غلبه و مربی جوان که رهبریت دسته بسیار یک بعد رفتن متخصص علی دین توردیو یعنی همین خیلی شد که هر دو تیم هم برد کردن کوکتاش هم برد کرد از تренری بله. گرفته خود مربی گرفته ارتش هم مربی جوانی خود که در حیات دویمی دسته بود بله. فکر میکنم که بسیار یک احسان باید گفت بله. هر دو رهبریای دسته را و مربیای هر دو دسته بسیار بله. یک کاری اقدام خوبی که در فوتبال ما یک تکان داده شده است بله خب به نظر شما در خوجان هم عوض شوی مربیان بود رستم خوجایف از مقام رفت نومان حسن و متخصی اوزبیک به دسته آمد و این هم حالا نتیجه نداده ایستاد است چی نمیرسد به دسته؟ فکر میکنن که روبروی دسته چون میدونن که در اون دسته چی هست چی نیست مثل که از متخصی اوزبیکستانی آوردن مثل که ممکن که وقت باشد نکنیم وقت هم ما میبینیم که بازی های آسیا جامعه افریقا نزدیک شده است ماهی ایون با فکر من
Бали, мой август. Мой август. Бали. Мой август пошел, значит, кама как гуфтам, кинески. А с дети хайати, киман ме бинам, манам чему тахасис, хайати бад не есть. Худжан. Бали. Бывает чхоркарт, кинете джой худжан. Бывает чхоркарт, тамон. Фикер мегинам, кинете бывает чхоркарт. Амин, масалам, амин, астай худжан, и тирол торатки бозингарон. Масалам, команда е, ки мо номбар кардем, команда е, куктош. Бали. Масалам, команда е, хатлон, бали, панч, нол. مثلا کمانده فایز خان 4 بر 0 از پیش قدم روشن کلوب ایروز اومده اسخط تر میبرد شما میفهمید که چی یعنی فضا کاراکتر نشون میتن اونها بعد هر یک بازی متهم نکنین بله ترینروی محترم یعنی مربیوی مدرو اوبروی دست شما متهم نکنید کم تر پر صبر و طاقت شوید بله ما کی میگفت کی میذارین که فایز خان ما خدی من میگفتم که فایز خان نمیتونه بازی رو میتونه دوران کنه خاطر اسخطا ولی برای که برای 4 0 از طرف پسیکولوژی روشناسی قین است لیکن بینه که سرمربی نیست میسر گیریم و سبب معین مربیو کلی سرمربی قتی بچه‌ها سرجام شده بازی 1 0 بوی دادستن میگیرن چیکار میکنن دو صفر غلبه میکنه بله. احسان بچین بله امین بی عبرت آموز است بله خب مربی دسته خوجان در بعضی مصاحبه گفت که نیمی دسته رو باید جواب دادن اکبر به این خاطر دسته بهتر میشود شما با این فکر روزی هستید اکبر هر گفتیم که در هر یک سر یک خیال است بله برای این که مربی که اومدگی مثلا که همین مربی را رهبریت دسته باوری کرده گیم. بله برای وای کس حق دارد مثلا وای خودی من نمیکردم این کارو شما باید چیکار میکردید در این دسته اگر میشیدین بعد همون وقت من میکردم تشکر زیاد خب بیاد با گلهای کلوب مرکزی ورزش ارتش الهیده دیده میگذاریم که چگونه در ثانیه 35 اول رقابت اشتباه بهمن داخل خط دفاعی دسته خوجان باعث به آن شد که بوزینگران دسته ارتش توپ را به دروازه حریفان ورید کنند خب ببینید آنها میخواستند بیشتر توپ را زیر نظارت خود گیرند توسط خط حمایه لایونل آدامز توپ را به عبدالسلیموف حوامدیت او با زیویف با همچنین زبیروف اما زبیروف میخواد توپ رو با دفاعگر دیگر هوا دید اما اشتباه میکند و خورشید ابلویف توپ رو در این لحظه با دروازه داخل امین لازم همین یک بار دیگه که ما ببینیم بینید که کماند خوجان ما گفتیم که یک بازینگرانی مهارت خوب دارن توپ بله من مثلا پاسایی که میتن خوب بله. بازینگرانی خوب میبینن که تکنیکای خوب دارن بله. نگی تاکتیکی که مربیو موندن مگر همیشه تاکتیکا موندن که توپ باید 5 6 7 8 مرتب در نزد دروازه خپان اونجا وقت رفته است که برای هجوم بله. کماندی که میخواد که غلبه کند باید این خط توپ در نزد میدان خود و با چنین خطایی ها بله. اینجا باید همون هجوم کننده کماند ارتش باید رحمت این بازینگر کماند خوجان باید گذارند این یه خطایی کلان است در اوید تاکتیکا بله یگان مربی این کارو نمیکنه یگنه چی لازم بودن اینا همه میبینن یک دو اینا تیز بود یک پرتوف بود میکرد با پیش البته با پیش بعد نیم محافظتگران بله بعد هیچ ممکن نیست که فوتبال اگر ما کودکایی که میگیم در مکتبای نزد خانگی مون حتی همین خطایی نمیکنه یگنه بله مرحمت میگیرن مرحمت من گل زنید چیکار بله. میکنه در وزمون اینجا هیچ کار نمیشه بله تشکر زیاد مثلا خطای دغام بله سلامت باشید از طرف دفاعگران خب گل دومی دسته ارتش که در دقیقه ایلوواگی وقتی اساسی به هدف رسید در این مورد چی گفته میتونید دفاعگر از تیم ارتش توپ رو به پیش هوا میدید بله و عبدالله شریف توپ رو میگیرد و از دو حمایتگر میگذرد ببینید چگونه او موفق میشود اگر همین امید اگر شما نام این کسا نمیگیرید من خیال میکنم که مارادونا عبدالله شریف احسان همین مارادونا مگر ما خیلی گیریم از نمیم بین میدان گیریتون با یک نکن صورتی بسیار بلند بله. اینجا ما ببینیم که دفاعگران کمکه به خطایی ها راه دادن بله. دفاعگران همون کاری که خودشان باید اجرا کنن اجرا نکردن من فکر میکنم در درون این دسته بسیار سیر و اسرایی هست که اکنون همون روبروی دسته و همون خوبتر میدونن ترینروی محترم خودشون میدونن و خودشون باید که این گره هایی که هست این گره ها را باید به مهارت عالیشون کشویان اگر بله. تونن
بله تشکر و بسیار هم گل زیبا با اشتراک بازینگری خط حمله دسته ارتش عبدالله شریفوف و همین طور تیم مذکور با حساب 2-0 غلبه خود را به دست آورد و اکنون بیاید با اندیشه سرمربی دسته ها توجه میکنیم. Во-первых, хочу поздравить соперников заслуженной победы. Сами в игру видели один момент, всего лишь один момент у них. И то Забиров на первой минуте 1-1 выбил нападающего. Ну, так нельзя играть, я думаю. Совесть же должна чуть-чуть быть у ребят. Да. И в конце вот пропустили. Блин. А так все, мы вроде бы контролировали игру. И мало бьем поворотом, не подаем. Вроде бы контроль под нами был, и вот такой результат. Будем готовиться к следующей игре. Думаю, порадуем болельщиков из-за этого. Не обижайтесь, сразу футбол не проходит. Я вот и говорю, вот, нет реализации, нет реализации. Мало подаем все, контролируем мяч, вроде бы все. Преимущество есть, контроль есть, все правильно делаем, но а концовки нет, Где надо пробить, не бьют по воротам. Где надо подать, не подают. Вот отсюда и проблемы. Сейчас я их вот научил играть пас. И больше работаем и на тренировке ударами, поворотами. Из 20, из 30 метров. И упражнения через края. Не знаю сегодня почему-то. Может, поле повлияло, им, я не знаю. Авалан. شوگیدن خود را تبریک میکنم برای بازی، برای برد، برای از اونها خیلی مینداری خود را بیان میکنم. 100% خانوادمندم برای اون که چه چیزهایی که گفته گذاشته بودیم همه اون را با باوری کامل اجرا کردن و ما صاحب سه خال داشتیم. خب شمسی قاسمی بود مربی جوانی دسته ارتش که واقعا هم نتیجه خیلی خوب رو به قید گرفته است. خب اکنون میگذاریم از این بازی با دربی منطقه کلوب میانی دسته های حاصلات و روشن که در نامی فرخور برگزار شد و روشن اگر گویم که با آسانی غلبه کرد در بازی میزه شاید خطا کنیم یا به نظر شما غلبه برای روشن آسان تر بود از جهتی بازی؟ امون رسوب خدوش که میگن امون بولیشتی که غلبه ای که بر استقلال در چمپیونات غلبه ای که سوپر جام بله خواهی نخواه آدم در قوت میتید روحیه او توانیگر میبخشد مخلصای محترم بله بسیار مخلصای اشدی دارن بله یعنی که ترینیروی محترم ما چی تویر مومینوف چی نجبیدین طالبوف بله یه وقت دستی ما رگرده بودن و چی روحبریت دسته میره احمدوف که در اینجا حاضر بسیار یک کارای بزرگ کردیستیم یعنی که سرجمی در دسته میشه بعد همین بازی من وای کردم تکتیکی تویر مومینوف چی با ضد کمانده استقلال و چی با ضد کمانده همین بازی حاصلات بازی پیش حاصلاتی که در کلوب بود فرق داشت حاصلات هم یک تکتیکی بسیار مضمونان تکتیک خوب داشت لیکن در این بازی این تکتیک حاصلات بازید تکتیک روشن کار نداد بله خب بسیاری ها هم بران نظر هستند که عین حال روشن از لحاظ داشتن بازینگرانی با تجربه نسبت به حاصلات برتری دارد در فوتبال در کدام لحظه ها این میتواند امکانیت دسته را بیشتر کند در فوتبال که ما همیشه گفتنی هستیم که کمانده حاصلات همیشه ما گیریم کمانده که با گفتیم که از لیگ یکم قهرمان لیگ یکم خدمای اولیش ما نمیدونیم که در نزد مربی چی وظیفه گذاشتن من نمیدونم خود من نمیدونم مثلا با جای چندم و بچه که جمع آورده شدن مثلا گیم که یک تاش اگر مگریم سفرالی کریموف این بازینگر یکمین مراتب زویر بابایوف این بچه ها که من ایران برده بودم تیمی جوانان ده تیمی جوانان ده همین بچه ها رحمت به این بچه ها میگم که من سرمربی تیمی ملی تاجیکستان شدم یعنی که ما در تو ایران و ایرانی ها یک یک بازی کردیم دیگه بازی همون غلبه کردیم از همونجا بنده سرمربی تیمی ملی تاجیکستان شدم کدام سال بود؟ این سالی دو هزارم بود بله بله برای ای بچه ها همین خیلی بچه ها بسیار هم بله. همون در وزبان هم این روز میگن که 35 ساله شده است بله ریزویف یک در رستم ریزویف بسیار خوب بازی کرد در ایران بله یعنی که با چند بازینگرانی که شما سفاروف مثلا شما میگید بله بازینگرانی خوب هم هست در این دسته حاصلات
بازیگران خوب هم دارن. خیلی رو افتاده شدن در کار نیسته. برای اینکه حسیلات بای نداده است در یکان کمانده موبین جدول. حسیلات خطی استقلال بازی کرد. بازی خین بود. حسیلات امروز خطی روشن بازی داره. روشن یکی در حقیقت بین سوپر جام گرفت. بله. به هر صورت فکر میکنم اینجا باید از این باخت هیچ چیز نسازند. این بله. تو صبر و طاقت. بله. خب اکنون بیاید با گل‌های دسته روشن توجه میکنیم. مخصوصا گل اولی که دسته به هدف رسانید در آغاز رقابت در قسم اولی دیدار در دقیقه 30 و چگونه اشتباهی در قلب دسته دفاعگران دسته حاصلات یا چیز دیگر یا دروازه‌بان نتوانست اینجا گفتم هم دروازه‌بان هم دفاع همینجا هوشیاری از دست دادم بله. یکمش باید اینا پیشگیر میکردند همین توپی که این موضوع یک بار دیگه بیاد تماشا کنید یک پرتافتی خوب مرحمت بله. خطایی در وزبان خوب بازی کرد برگردونید اینجا دفاعگر بله. دفاعگر و دیگران نگاه میکن تماشا بین بودن بله. مرحمت در وزبان کوری خود چه کرد گردون توپا بله. مرحمت ما میبینیم گل گفتن که یک رنگ افتگول هم گوید میشن لیکن که فکر میکنیم که بازینگری کمند روشن بله علاکه تو وردی دروازه شده بود بله. بله و این شهریار اینیاسپلو بود که در همین لحظه تلاش کرد و موفق اگه خطایی نباشه گل نمیشد گفتیدم که از خطایی بود ما گفتن نمیتونیم که در اینجا کماند حسیلات وفشه بعد بر اومد کرد بعد بر اومد نگه اینقدر مخلص بله یک مخلص های بسیار خوب داره هم مخلص های روشن هم بودن گفتیم مخلص های حمدانی هم اومده بودن بله. بله. هم یعنی که یک فضای ایدونا بود بله. خب فکر میکنم که این بازی مخلص هم یک کیفیت گرفتن بله. خب گل دومی روشن چی زمانی که در جریان قسم دومی رقابت زده شد یک پرتافت خوب از طرف محمد شریف سید خوجا به دروازه اینجا خطای دروازه‌بان بله خطای دروازه‌بان با دفاعگران موندن که مثلا اینکه بازینگر کی ضربه زند و گل شد فکر کنم به خطای گل نمیشد خطایا بله. شدن و بازینگر هم مجبور میکند که حریف بله به خطاگی راه دهد اینجا همینجا دروازه‌بان شاگرد ما باید چیکار میکرد دو قدم به پیش میبرومد یک قدم حتی به پیش میبرومد همین کار نمیشد بله. اینه داشتن در کار نبود این توپ گردوندن بود گردوندن لیکن توپ دشوار بود برای چی بله. توپ در زمین میزد بله. و در مبین این قدر دفاعگر بود که نکی هجوم کنند روشن بسیار هوشیاری از دست گل زدن بله. و همین طرف در پایان نیمه اول رقابت بیننده از حساب 2-0 شد و روشن غلبه تازه خود را در سفر در مقابل دسته حاصلات به دست آورد و اکنون بیاید با اندیشه طاهر مومینوف و امین سپانی گوش میاندازیم Первое это то, что это дерби было, дерби, хатлонское дерби, особенно если учесть историю, да, когда играют Куляп и Хосилот, Фархар, это дерби. Независимо от того, что как идет чемпионат, на каком месте команда находится, но это совсем другой ракурс игры. Поэтому мы настраивались на очень тяжелую игру. Я рад, что получилось то, что задумано, и сегодня мы победили. Первое, то, что мы все находимся в равных условиях. Если предыдущую игру вспомнить в Кулябе, когда мы сыграли в ничью, там что было? Мы играли тяжелейший матч на Суперкубок с Истиклолом, где ребята отдали очень много сил. И дерби, которое было дома в Кулябе, на последних минутах это недоразумение, да, которое бывает в футболе. Мы пропустили обидный гол, и матч завершился в ничью. Сегодня этих недоразумений не было. Мы сегодня сыграли компактно, сыграли по счету и довели ماش دا پابیدنوا من واقعیتش صحبت که میکنیم با تمام احترام و خسته نباشی و خودم طرفدار همین برنامه شما هستم 90 دقیقه لکن اگر صحبت بکنیم باز کنیم و خیلی صحبت ها رو متاسفانه خب میگن بهانه است من همه چی در فوتبال دیدم تجربه کردم لکن مثلا دو تا سه تا بازی باخت میشه کارنامه منو دید شاید یکی دو تا برگشتن تیم دو سه باخت نداشتیم ولی واقعیتش من نمیدونم برای من سواله آیا نتایج از بیرون داره معلوم میشه که فکر کنم همین چند روز اخیر خبرهایی شد من جمله من کسی رو چیز نمی کنم متهم نمی کنم لکن من مشکل در فوروارد دارم حالا دروازه‌بان من به مشکل میخورم یعنی اگر امروز دروازه‌بان ما که با این سن و سال و در اصل ایشون دروازه‌بان دوم و مربی دروازه‌بان‌ها هست در کادر من اگر ایشون یه اتفاقی می‌افتاد من نداشتم باید بازیکن چنج می‌کردم و در لیگ عالی این
خوب نیست، شاید اینا بهانه است. خب اکنون اطراف رقابت دسته استقلال گفته میگذاریم. چمپیون فعلی کشور در سفر مقابل تیم خطلون به حساب 3-1 پیروزی به دست آورد و بسیار غلبه مهمی خود را صاحب شد، شاگردان ایگر چرفچنکا، و معلوم شد که حالا دوره‌ای گزارشی دسته استقلال است. از همون دوره‌ای که کمی مشکلی ها بودند، بحران بازی بود در این دسته، اکنون دوره گزارش و رسیدن به نتیجه های خوب، و فکر میکنم از این به بعد یک کتوزی استقلال در صدر جدول باز ادامه خواهد کرد. بله، وقتی که مربیای محترم ایگر چریفچنکا و یوورون یوکاس، بله یوری باتورینکا، یوورون یوکاس توختایف علی شیر و دیگر و دیگران مهنت کردستند. بله، هر یک پیش پای خوری، هر یک باخت با کمبودی کماند را برای مربی روستا پیش چه میگن؟ یک خوراک است. یعنی که همینه تحلیل باید کرد. نه وابسته که بازنگران چهلی که شما گفتید یک چین است، بچه های خوب است، مهنت زیادی را برای دسته و مربی ها، و این روز میبینیم که استقلال همون بازی که میکند، بازی خوب، بازی کمبیناسیونی، بازی که پاسای خوب دارد، پرتویش خوب دارد، گالای بسیار خوب میزند، همون را اجرایش کردیم. و اگر ما بازی استقلال را اگر همیخید بازی ها شد، چند یک بازی شد همیخید گیریم، بینید یک مناسبت نسبت توب، یعنی توب را اداره کردن توب، یک تکنیک سطح بلند کردی. برای چی ما میگیم که این روز بسیار مخلصان، من نمیفهمم که برای چی بعضی مخلصانی هستن که مثلا میگن که استقلال، استقلال و استقلال با مهنت خودش نشون میده. بله، اینا جای تنقید ها، تنقید وقتی که استقلال باخت میگن، شما حق دارید تنقید کنید که این روز همین کماند پیش آهنگ فوتبال ما است. بله، فوتبال ما در جام لیگ قهرمانان قهرمانانش میته و همگان همه دستو ما مخلصی میکنیم دسته. بله، و این بازنگران بسیاری این دسته در تیم ملی هستند. بله، این بسیار بازی خوب میکنند. بله، برای اول من گفتنی هستن که کماندایی که با استقلال بازی میکنند، نو وابسته همون فیض خان هم گیریم، اگر از استقلال بسیار چی گرفتن. بله، یعنی از زیدیت نشان دادن و با چونین با یک بازنگران که مثلا نموشون ما اگر نمبر کنیم علی شیر چلیلوف، دیگه دیگه شد نمیگیم، یا که دروازبان. بله، رستم یتیم، ما هم که دروازبان باشم، من همه آدم ها نگاه میکنم مثلا بله، کی کدی ما ایروز بازی دارم، کی کدی ما رقیبی کردستن. بله، برای ما آموزیم های هم دیگر و خرسان شدیم. بله، که ما ایروز چنین دسته ها بمانند استقلال، روشن داریم و اسخط هم این روز کمانده خوب است، کمانده بد نیست. از امین شکستوی کمانده ها، شکستی کمانده ها میخورند، این هم یک درس است، درس عبرت است. تشکر زیاد، سلامت باشید. و بیننده عزیز، خاطرتون میکنیم که استقلال با شرافت گل های علی شیر جلیلوف و منوچهر جلیلوف در سفر غلبه خود را به دست آوردند در میدان دسته خطلون. خب اکنون با بخش دیگر میگذاریم، بخش بهترین های دور 11، مخصوصا هیئت رمزی که از روی فرضیه شبکه ورزش انتخاب شده است، 11 بازنگری بهترین و البته از دسته های غالب هستند. آنها را بیا توجه میکنیم، در دروازه یوگنی گریتسنکا از باشگاه فوتبال روشن است، در خط حمایه 4 نفر، 2 نفر از تیم کوکتوش، سلیمان صابیروف و همچنین محمد کمال، و بعدن خلمورد نظرف از روشن و همچنین از باشگاه فوتبال فایسکانت قرار گرفتن. در خط نیم و فیزا خوب قریب 3 نفر لیگانیر هستند، غیر از علی شیر جلیلوف. خب فوتبالبازی دسته روشن جوزف اکوماتی از کناری راست، در مرکز خب همچنین علی شیر شکوروف، علی شیر جلیلوف و شکوروف 2 نفر. خب بله، و از کناری چپی میدان باشد ارسن اباما از دسته فایسکان قرار گرفت، بازنگری بسیار خوبی کناری چپ، و در خط حمله منوچهر جلیلوف از تیم استقلال و عبدالله شریپوف از کلوب مرکزی ورزش ارتش، طاهر مومنوف بهترین مربی دوره یوزمی چمپیون تاجیکستان شد. بله، همینجا یک چیما ایلو کردن که نیو کنید که دیروز دوره کوکتوش هیچ کس شنیدن هم نمیخواست. بله، 3 بازنگر کوکتوش امروز در هیئت رمزی، در هیئت رمزی و همچنین 2 نفر دیگر باز ارزنده بودند، ارزنده بودند، 2 نفری که 2 پاسی گلوار دادند. بله، در همین رقم رقم 7 عادل جان و محیدین عادلوف. بله، و همچنین لیگانیر افریقایی این دسته. بله،
و احسن میگویم به دسته کوکتوش که بسیار خوب و ارزنده بازی کرده استند. خب بهترین بازیگری دور اینک دو برنامه پیهم میشود، بوس هم از دسته کوکتوش انتخاب میشود. علیشر شکوروف که خیلی جوان است توانست با بازی مجلوش بهترین چند بازی بله دور 11 چمپیونات تاجیکستان شد و احسن میگویم به این فوتبال تبریک میکنیم که چون یک بازی خیلی خوب و خاطرمون برای دستهایی که در پایین جدول هستند خیلی که دادری ما اهلدین توردی گو اچقری برآوردیم بله فکر میگنم که رو افتاده نشید سرجام شید اچقری رو میبروید بله خب اینک بیننده عزیز با جدول چمپیونات مملکت توجه میکنیم که دسته ها چگونه موقع دارند همون دسته استقلال در صدر جدول چمپیونات است با کسب کردن 23 خول و روشن با 17 خول اسخطا با 16 خول زینه های دیوم سیوم هستند کلوب مرکزی ورزش ارتش 14 خول کوکتوش 13 خول فایسکانت هم 13 خول به دست آورده است و خطلون با 12 خول در زینه هفتم خوجند رگارت دست حسیلات 10 و 9 خولی به دست آوردند که فرقی اونقدر کلو نیست و فکر میکنم در دوری دوازده هم باز جای ایواز کنی دست ها خیلی زیاد میشود در جدول مسابقه بسیار یک چمپیوناتی بسیار یک ایدانه گذاشته است پرشدت ایدانه که هیچ گفتن نمیشود برگن حتی مخلص های زیادی که با من هم صحبت میشن میگن که زویر بابایوف این چه چمپیونات رفته است نمیفهمی که مثلا بگیم استقلال پیش یک یکدم یک نه خول بله میرفت امسال نگاه کنید هیچ یکان فرقیتی نیست دو بازی بله دو بازی بین دویم دسته و دسته فیض خان نگاه کنید چند خول هم چهار خول چهار خول بله هیچ نیست فرقیتی اونقدر کلان هم نیست خب بیاید اکنون یک بار با بازی های دوری دوازدهم توجه میکنیم که روزهای استراحت برگزار میشوند بسیار هم بازی های خوب از جمله یکی از بازی های مرکزی دور این رقابت استقلال و روشن دسته اول و دومی جدول که روز 28 برگزار میشود و یک روز پیش از این بازی ها اسخطا در میدان خود حاصلات را قبول میکند ریگارت دست فایسکند را خب بعدا روز 28 خوجند با کوکتوش خطلان با کلوب مرکزی ورزش ارتش بسیار بازی های خوب خاطرمان و اکنون کوتو من میخواستم پیشگویی شما را فرمان با پیشگویی کنیم بله پیشگویی با استثنای نتیجه مساوی فقط یا برد یا مساوی بله یک تاش رو انتخاب یک تاش بله مثلا فهمم. اگر در بازی ایسخت و سیلوت شما تنها یک تاش رو انتخاب میکنید فهمو خیلی شده است اما بله ایسخت و سیلوت ایسخت و سیلوت بگذار دورنگ شده رگر تا دست فایس کند بگذار ایجا هم دورنگ شده استقلال روشن با انا بازی من بازی ما بیسو میخوام که ایجا هم دورنگ شده خوجند کوکتوش خوجند کوکتوش فکر میکنم که کوکتوش غلبه میکنن خطلان کلوب مرکزی ورزش ارتش دورنگ بله چهار بازی به نظر شما دورنگ میشود و تنها در یک رقابت من میخوام که مخلصای محترمی که آدمایی که بازی میکنن منو گوش نکنن بله فکر چه نوای کنن بله تشکر زیاد سلامت باشید بیننده عزیز این برنامه 90 دقیقه بود که اطراف بازی های دوره 11 هم حرف زدیم در صحبتی برنامه مقرر داشتند زهیر بابایف خوش اومدید بار دیگر به برنامه و حتما روزی دوشنبه ما سری میز جمع می آویم و اطراف بازی های دوره 12 هم حرف می زنیم تا نشوی دیگر سیلمند و پیروز باشد خیر.